میشی. In the name of God, the compassionate, the merciful, ladies and gentlemen. پوزش می طلبیم برای این تأخیر، ولی خوش آمدید به کنفرانس مطبوعاتی عالی جناب دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران. اول از همه مایلم که تشکر کنم از رئیس محترم جمهوری به دلیل وقتی که به ما دادن، الی رغم برنامه فشرده‌ای که دارن. از همگی شما سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین و آمدید به این گرد همایی و این کنفرانس مطبوعاتی. اول رئیس محترم جمهوری صحبت‌هایی رو بیان خواهند کرد، مطالبی رو بیان خواهند کرد و سپس پرسش‌های شما رو دریافت خواهیم کرد و پاسخ به اونها خواهند داد. اول جناب دکتر روحانی فرمایشات اولیه‌شون رو بیان می‌فرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحالم که امسال هم این فرصت در پایان سفرم به نیویورک برای من مهیا شد تا به سوالات شما اصحاب رسانه پاسخ بدم. در آغاز می‌خواستم بر این نکته تأکید کنم که امسال ما برنامه‌های بسیار فشرده‌ای داشتیم و عمدتاً بحث‌ها و ملاقات‌ها و گفتگوهای ما پیرامون مسئله برجام و نحوه اجرای توافقات Accord and the issue of the U.S. unilateral exit from the JCPOA and the difficulties that they implement. و همچنین راجع به منطقه و حساسیت منطقه و ضرورت صلح و امنیت در منطقه و پایان جنگ خونین بی ثمر یمن بیش از سایر موارد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و در این اجلاس ما طرح ابتکار صلح هرمز رو ارائه کردیم و نظر ما بر این بود که در مسئله خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تنها راهی که وجود داره گفتگوی سازنده بین کشورهای منطقه، تفاهم بین اونها و همکاری برای امنیت و پایان یافتن جنگ یمن هست که میتونه امنیت منطقه رو تضمین بکنه. در برخی از موارد در مذاکراتمون موفقیت‌هایی داشتیم و در برخی از موارد همچنان باید موضوع رو بتونیم دنبال بکنیم تا به ثمر برسه، یعنی برخی از تلاش‌های ما به نتیجه نهایی نرسید و برخی از تلاش‌های ما تلاش‌های موفقی بود. ضمن اینکه خب با کشورهایی که مذاکره می‌کردیم به طور طبیعی مسائل دو جانبه و مسائلی که در روابط اقتصادی و سیاسی بین دو کشور بود هم بحث و بررسی می‌کردیم. می‌بخشید کنفرانس آقای روحانی رو داریم، صدا کمی واضح نیست، داریم تلاش می‌کنیم صدا رو باندش رو عوض کنیم، شاید صدای بهتری داشته باشیم. مثل اینکه داریم گوش می‌کنیم به آقای روحانی. داشتیم در اون جلسات هم مباحث مورد نظر که البته بحث‌ها قاعدتاً آفتر کورد بود انجام دادیم که به نظر من مفید بود. من آماده‌ام تا سوالات رو بشنوم و راجع به پاسخ اون بحث کنم. متشکرم جناب رئیس جمهور برای فرمایشاتتون. الان پرسش و پاسخ ها رو شروع می‌کنیم. تمایل دارم که
از دوستان خواهش کنم که خودشون رو معرفی کنن، سازمانهاشون رو معرفی کنن قبل از اینکه پرسش رو بیان کنن، و خواهش مندیم که خودتون رو محدود کنید به یک پرسش روشن و محدود و کوتاه که وقت بیشتر داشته باشیم. خانم پاملا فالک از شبکه CBS و پرسش بعدی میره به آقای جیمز بیز از الجزیره. متشکرم. جناب رئیس جمهور، پاملا فالک هستم از شبکه CBS. ایران میتواند، آیا ایران میتواند اسنادی نشون بدهد که بر علیه تصویرهای ماهواره‌ای باشه که نشان دهنده اینه که صدمه‌ای که وارد شده به تأسیسات سعودی نشون میده که اینها از شمال پرتاب شدن، این موشک‌ها و پهپادها، که بتونه نشون بده که اینها واقعا از یمن اومدن؟ و فکر میکنید که در رابطه با آنچه که گفتید، اولین گام لازم برای بازگشتن به صحبت با آمریکا چه باید باشد؟ بعد به یمن و حمله ای که به تأسیسات نفتی آمریکا شده، چرا ما توضیح بدیم؟ گفت ما نه اولشیم نه آخرشیم، ما در فارسی میگیم نه سر پیازیم نه ته پیاز. در این موضوع یک جنگ خونینی در منطقه وجود داره، جنگ بی ثمر و غلطی به نام تجاوز به یمن، و مردم یمن هم حق دفاع مشروع دارن، باید از خودشون دفاع بکنند، و همه دنیا میدونن که نیروهای یمنی و ارتش یمن دارای هم موشک‌های برد بلند هست و هم دارای پهباد هست، و اینها بارها به مناطقی از عربستان و امارات حمله کردند، و اونهایی که اتهام به دیگران میزنند، اونا باید سند و مدرک خودشون رو ارائه بکنند. اگر این تهاجم از سمت جنوب نبوده، از شمال بوده، شرق بوده، غرب بوده، اون کسی که ادعایی داره باید مدارک ادعای خودش رو روشن بکنه. من از برخی از رهبران اروپا که یک اظهار نظر نادرستی کرده بودن، از اونها پرسیدم که مدرک شما چی هست، و اونها گفتن که ما مدرکی نداریم، منتها فکر کردیم که نیروهای یمنی توانمندیشون کمتر از اون چیزی است که در این حمله واقع شده. گفتم خب عدم اطلاع شما از توانمندی‌های جدید یمن باعث میشه که شما به دیگران تهمت بزنید، و اونها پاسخی نداشتن. حتی من به اونها گفتم مدارکی اگر دارید حتما برای شخص من بفرستید، و من خیلی مایلم مدارک شما رو ببینم که چی هست. بنابراین من حرف دیگری دارم. به جای اتهام پراکنی به این یا آن، همه بیاییم دست به دست هم بدیم و شعله آتش رو در منطقه خاموش کنیم. من توصیه میکنم به آمریکا، به فرانسه، به انگلیس، به آلمان، اینهایی که مداوم دارن اسلحه میدن به عربستان و امارات برای کشتار مردم یمن، ارسال اسلحه رو متوقف کنند، فشار بیارن به عربستان و امارات برای صلح. مردم یمن و ارتش یمن چند روز پیش اعلام کرد که آمادگی داره برای آتش بست کامل، و همه فعالیت‌های خودش رو متوقف کرده، به شرط اینکه عربستان و امارات هم فعالیتشون رو متوقف کنن. متاسفانه بعد از این اعلام همچنان ما شاهد حملات هواپیماها به مردم بیگناه یمن هستیم. And on the second part of the question, if you would, on next steps. Excuse me, one question is enough. Next, James Bays, Al Jazeera. آقای نیک بیتز از الجزیره، جیمز بیتز هستم از الجزیره انگلیسی. جناب رئیس جمهور، این مدتی که تو آمریکا تشریف داشتید،
چقدر با نزدیکی دارید تحولات سیاسی اینجا رو دنبال میکنید و آیا بهترین امید ایران این است که آقای ترامپ استیزا بشه و یا اینکه در انتخابات دوره سال آینده پیروز نشه؟ بهترین آرزوی ما این هست که دولت آمریکا سیاست‌های درست رو انتخاب بکنه، هر که هست، چه جمهوری‌خواه، چه دموکرات، چه آقای ترامپ، چه فرد دیگری. اگر آمریکا سیاست‌هایی رو انتخاب کنه به نفع مردم آمریکا، به نفع مردم منطقه، به نفع صلح، این به نفع همه است. اگر آمریکا بخواد امروز مذاکره کنه و بعد از دو سال مذاکره به یه توافق برسه و اون توافق رو امضا بکنه و بعد اجرا کنه و بعد از چند ماه پشیمان بشه بگه اون توافق خوب نبود، یه چیز دیگه من میخوام، ما در زبان فارسی میگیم بعضیا دبه در میارن، هر روز که با مشکلی مواجه میشن تقصیر رو به گردن طرف مقابل میندازن. به هر حال ما 7 کشور بودیم، با هم 2 سال مذاکره کردیم، به نتیجه رسیدیم و علاوه بر ما سازمان ملل متحد و شورای امنیت در قطعنامه 2231 این توافق رو تایید کرده. بنابراین این به نفع کسی نیست که این توافق اینچنینی که در واقع نقض قطعنامه سازمان ملل هم هست انجام بده. اما اینکه در داخل آمریکا چه خبر هست، بله خبرهاش رو ما هم میشنویم، اما برای ما مهم نیست، چون این موضوع داخلی خود آمریکا هست، این مردم آمریکا هستن، این کنگره است، اینا باید تصمیم بگیرن و هر تصمیمی بگیرن در مقررات داخلی خودشون. برای ما اهمیت نداره، برای ما بسیار مهمه که دولت آمریکا اعتمادی رو که خدشه‌دار کرده این اعتماد رو به جهان برگردانه و بگه اگر من در آب و هوا تعهد کردم پای تعهدم میمونم، اگر در یونسکو تعهدی دارم پای تعهدم میمونم، اگر قطعنامه‌های راجع به فلسطین در سازمان ملل تصویب شده اونها رو من نقض نمی کنم و اگر توافقی با 6 کشور دیگر انجام دادم اونها رو نقض نمی کنم. برای ما این مهمه. Thank you. Maria Kirinova, ETARTAS. Next question, Mr. خانم کرنوا از ETARTAS. متشکرم جناب رئیس جمهور. پرسش در رابطه با مطالب ویزاست. پرزیدنت ترامپ دیروز تصمیمی را اعلام کرد که جلوی ورود به آمریکا برای تمام سران به اصطلاح دولت و خانواده آنها را بگیره از این به بعد، و روسان با همین مشکل مواجه شدند در رابطه با اشخاصی دیپلمات‌هاشون که می‌خواستن به آمریکا سفر کنن برای شرکت در مجمع عمومی. آیا فکر می‌کنید به جای رسیدیم که مرکز سازمان ملل از نیویورک باید انتقال داده بشه به جای دیگر، و آیا ایران اقدامی در پاسخ به این تصمیمی که اعلام شده خواهد کرد یا خیر؟ البته ما با این مشکل از قبل هم مواجه بودیم. ایرانیانی که قصد ورود با آمریکا داشتند با مشکل مواجه می شدند و حتی اخیراً در یک مسابقات علمی که در هوانوردی و فضا بود دانشجویان ما از دانشگاه شریف بنا بود شرکت کنند، آمریکا به اینها ویزا نداد و اونها ناچار شدند از طریق ویدیو کنفرانس در این مسابقه علمی شرکت کنن و اتفاقا برنده این مسابقه هم شدن. ما در این که دولتی به این نقطه برسه که با علم بجنگه و با بهداشت بجنگه و با بیماران بجنگه و با مردم عادی که میخوان رفت آمد بکنن بجنگه، به نظر من این به معنای استیصال این دولت هست و الا مقامات ایرانی که
علاقه ای به آمریکا ندارن که بخوان با آمریکا بیان. اگر ماها میاییم اینجا قصد ما این نیست که با آمریکا بیاییم، البته معنیش این نیست که ما با کشور آمریکا یا با مردم بزرگ آمریکا مشکلی داریم. به خاطر سیاست‌های دولت آمریکا آمدن ما به خاطر سازمان ملل هست و آمریکا حق نداره رفت و آمد مقامات رو در سازمان ملل محدود کنه، به دلیل اینکه سازمان ملل به عنوان خانه همه دولت‌ها و ملت‌های جهان، اینجا خانه صلح و خانه ارتباط با یکدیگر هست. آمریکا نباید از میزبانیش سوء استفاده بکنه و به کسی که علاقه داره ویزا بده. بله، اگر کسی میخواد به کشور آمریکا سفر کنه ممکنه ویزا بده یا نده، اون مهم نیست، اما سازمان ملل کاملا مستثناست و بسیاری از کشورها به ویژه مسلمانها، به ویژه کشورهای جهان سوم و حتی همسایگان آمریکا از قبیل مکزیک، اینها هم با مشکل ورود به آمریکا مواجه هستند و من فکر میکنم این مسیر و راهی که آمریکا انتخاب کرده به نفع کسی نیست. اینکه سازمان ملل جاش عوض شه، البته این یک تصمیم مهمی است. هر وقت از ما بپرسند ما رأی موافق میدیم که سازمان ملل از آمریکا به یک جای امن‌تر و بهتر و کشوری که دارای سعه صدر هست و تنگ نظری نداره به اونجا منتقل میشه. مستر نجفزاد، IRIB. شما تا الان چندین بار شرط مذاکره با امریکا رو اینطور تشریح فرمودید که امریکا تحریم ها رو برداره، به برجام برگرده و بعد داخل برجام مذاکره میکنیم. به عنوان کسی که سالها تجربه مذاکراتی داشتید، چند درصد احتمال این رو محتمل میدونید اصلا این ماجرا؟ اون چه ما اعلام میکنیم سیاست ما هست، اینکه حالا احتمالش چند درصد هست، به هر حال هر زمانی ممکنه یک کشوری احساس بکنه که سیاست‌های قبلیش غلط بوده و برگرده به راه درست. بنابراین اون چه ما میگیم این که آمریکا پیش شرطش رو برداره. آمریکا شرط کرده که اگر میخواد با ایران صحبت کنه، شرطش اینه که باید تحریم‌های شدیدی را و فشار حداکثری بر ملت ایران وارد کنه و بعد مذاکره کنه. ما میگیم این پیش شرط غلطی هست، باید این پیش شرط رو برداره، تحریم‌ها رو برداره، دست از سیاست فشار حداکثری برداره. سیاست مذاکره و سیاست منطق رو و سیاست اونچه که به نفع ملت آمریکا و جهانه انتخاب بکنه، در اون شرایطی که این پیش شرط‌های غلط رو برداره، امکان مذاکره با آمریکا البته وجود داره. Thank you, Franco Ciardo, TRT. Next question goes to Eddie Lederer, Associated Press. متشکرم جناب رئیس جمهور. از TRT هستم. متشکرم از این کنفرانس مطبوعاتی که هر سال برای ما دارید، قدردانیم. آیا هنوز اعتمادی دارید به اعضای فعلی برجام که بتونن حمایت لازم رو از قرار داده برجام بکنن، آنچه که ازش باقی مونده یا خیر؟ حمایت مالی رو مقصودش. ما بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد، بقیه یعنی 4 به اضافه 1 جلساتی داشتن در سطوح مختلف و به ما قول دادن که میتونند جبران کنند و برجام ادامه پیدا کنه. ما خودمون علاقه ای نداشتیم که این توافق ضربه آنچنانی ببینه و میخواستیم به سهم خودمون کمک کنیم تا این توافق
باقی بمونه. بنابراین گوش کردیم به حرفهای اونها، به طرحهای اونها. اروپایی‌ها طرحهای مختلفی رو ارائه دادن. ابتدا به ما گفتن ما از طریق بانک‌های مرکزی با شما کار می‌کنیم و مسئله رو حل می‌کنیم. بعد از یه چند ماه گفتن که از طریق بانک مرکزی ما دچار مشکل شدیم، از طریق یک سیستم مالی دیگری SPV ما با شما تبادلات مالی رو انجام میدیم. بعد از چند ماه گفتن این سیستم هم دچار یک مشکلاتی شده و ما از طریق یک سیستمی به نام اینستکس با شما معامله میکنیم. این هم تا کنون در مقام عمل نتونسته راه بیفته. بنابراین متاسفانه در مقام عمل اروپا ناتوانی خودش رو ثابت کرده و یا بی ارادگی خودش رو در این زمینه و یا اینکه میخواد هیچ هزینه‌ای پرداخت نکنه. میگه من در یک توافقی میخوام باشم که در اسم من هم باشم، اما هزینه هاش رو یک جانبه ایران پرداخت بکنه. خب این کار امکان پذیر نیست. بنابراین تا این لحظه ما صبر کردیم، هنوز هم با اونها در تماس هستیم، در مذاکره هستیم. وزیر خارجه ما تو همین ایامی که در نیویورک بوده با 4+1 در نیویورک مذاکره کرده و باز هم مذاکراتی ممکنه ادامه پیدا کنه، ولی تا کنون متاسفانه اونها موفق نبودن. ما حدود 4 ماه پیش به اونها اعلام کردیم اگر شما نتونید به تعهداتتون عمل کنید، ما هم تعهداتمون رو به تدریج کاهش میدیم. ما در 2 مرحله تعهداتمون رو کاهش دادیم. مرحله سوم کاهش تعهدات رو هم آغاز کردیم. امیدواریم تا پایان این مهلت 2 ماهه‌ای که ما دادیم بتونیم به توافق برسیم. اگر باز هم اروپا نتونه عمل کنه به وظایفش، به طور طبیعی قدم‌های بعدی رو برمی‌داریم. Thank you. Eddie Lederer. آقای ادی لترر از اسوسییتد پرس. سوال بعدی آقای محسن طاهرزاده از ایرنا. متشکرم، بسیار متشکرم جناب رئیس جمهور. ایدس لترر از ای پی. میدانیم که پرزیدنت ماکرون فرانسه داشت سعی میکرد که جلسه ای را هماهنگی کنه بین جناب عالی و پرزیدنت ترامپ. آیا هیچ نوع تماسی وجود داشت بین اعضای هیئت جناب عالی و هیئت آمریکا؟ و بعضی گزارش‌ها حاکی اند از آن که پرزیدنت ترامپ هنوز تمایل داره که باهاتون جلسه داشته باشه، نه الزاما در نیویورک، شاید یه جای دیگه در طول چند ماه آینده. آیا این امکانی داره حتی اگر تحریمات برداشته نشن؟ البته رئیس جمهور فرانسه ماهاست در تلاش هست تا برای این مشکل راه حلی پیدا کنه. ما با هم 2 تا راه حل رو پیش می بردیم، راه حل اروپایی و راه حل آمریکایی. در راه حل اروپایی به توافقاتی رسیدیم و در شرف اجرا بود، اما اونها گفتن که به یه نوعی ما باید موافقت آمریکا رو هم برای راه حل اروپایی اخذ کنیم. بنابراین اونها این مشکل رو خودشون دارن، به ما ارتباطی نداره. البته همیشه آقای مکرون این خط رو هم دنبال میکرد که مشکل بهتر اینه که بین ایران و آمریکا حل بشه. ما هم همیشه همین حرف میزدیم که الان من در این جلسه هم گفتم که آمریکا پیش شرط رو باید برداره و اگر از پیش شرط رو برداره، خب اون وقت زمینه آماده میشه برای یک شرایط جدید و میشه برایش فکر کرد.
بله در این جلساتی هم که در نیویورک داشتیم باز هم این گونه مباحث مطرح بوده. من نمیخوام بگم هیچ وقت این طرح به نتیجه نمیرسه، اما فعلا تو این سفر به نتیجه نرسیده. البته مسیرهای دیگری هم غیر از مسیر فرانسه وجود داره، اونا هم دارن روند کار خودشون رو دنبال میکنن. مستر محسن طاهرزاده، دندلوس، ام بی سی نیوز. سلام جناب رئیس جمهور، طاهرزاده هستم از خبرگزاری جمهوری اسلامی. به نظر شما اگر آقای ترامپ به دنبال توافق جدیدی هست، چرا تحریم ها رو بر نمی داره تا راه مذاکره باز بشه؟ و اینکه آیا شما میتونید بعد از بازگشت به کشور به ملت ایران بفرمایید که تمام تلاشتون رو برای رفع تحریم ها داشتید؟ سپاسگزارم. من فکر میکنم که اون چه که آمریکا به دنبال این بود از روز اول در تحریم و خروج از برجام، میخواست به یه نوعی به مردم ایران بگه که حکومت ایران یا دولت ایران مقصر هست که کارها به خوبی پیش نمیره. سبکی که آقای ترامپ انتخاب کرد خب یک سبکی بود که نمیتونست به نفعشون باشه و جواب بده، برای اینکه نگفت که ایران در اجرای این توافق چون مشکل داره من خارج میشم، گفت این توافق اصلا خوب نبود. و به جای اینکه راجع به توافق صحبت بکنه، همون شعارهایی که معمولا تو انتخابات رقبای انتخاباتی به هم میدن، این به اون میگه تو، اون میگه چی، اما معمولا انتخابات که تمام میشه این بحث ها هم تمام میشه. منتها آقای ترامپ همون بحث انتخاباتی خودش رو ادامه داد و بنابراین شیوه ای رو انتخاب کرد که خود به خود در افکار عمومی ایران آمریکا محکوم شد و سیاست های آمریکا، به دلیل اینکه آمریکا میگفت ایران به تعهدات خودش عمل میکنه، آژانس هم میگفت ایران به تعهدات خودش عمل میکنه، او میگفت از این توافق من خوشم نمیاد. حالا به هر حال تعهد یک دولت، تعهد یک دولت هست، خوش آمدن و بد آمدن این غذای روزانه نیست که ما بتونیم هر روز منیو رو عوض بکنیم و چیز دیگری رو انتخاب بکنیم. توافق چند ملت هست، توافق هفت دولت هست، قطعنامه سازمان ملل است. بنابراین هدفی که آمریکا داشت که میخواست از این تحریم فشار به مردم بیاره و مردم رو از نظام و دولت جدا بکنه، از آغازش پیدا بود ناموفق هست. راهی رو که انتخاب کرد ایجاد فاصله بین ملت ایران و دولت آمریکا بود. البته این فاصله قبلا هم بود، این فاصله رو بیشتر کرد و امروز بیشترین فاصله بین ملت ایران و دولت آمریکا وجود داره و بیشترین تنفر. بنابراین کاری که اونها آغاز کردند معلوم بود هیچ وقت به ثمر و به نتیجه نمی رسند. در حین فشار و در حین تخلف حالا مدعی هستند که ما با ایران صحبت هم بکنیم. ما که مشکلی نداریم برای حرف زدن و مذاکره کردن، اما ما با پیش شرط حاضر نیستیم مذاکره بکنیم. آمریکا پیش شرطش رو برداره، یعنی فشار حداکثری، یعنی تحریم که پیش شرطش بذاره کنار و به یک نوعی صداقت خودش رو و اعتماد به این که میشه با این دولت حرف زد و به توافق رسید ثابت بکنه، اون وقت شرایط کاملا متفاوت خواهد شد. مستر دندلوس. آقای دندلوس از شبکه NBC. دندلوس هستم از شبکه خبری NBC. جناب رئیس جمهور، برای کاهش تنش و برای به وجود آوردن اعتماد بیشتری بین دو کشور، آیا رهبر معظم انقلاب
آماده هستند که دستوری صادر کنند برای آزاد ساختن آمریکایی هایی که در ایران زندانی به سر میبرند، که متقابلا گامش هم از این طرف در رابطه با ایرانیانی که اینجا هستن صورت بگیره؟ شما میدونید که ما به دفعات با مقامات آمریکایی در گذشته برای آزادی زندانیان در دو طرف حرف زدیم و مذاکره کردیم، گاهی هم موفق بودیم، یعنی آمریکایی ها یا دو تابعیتی ها، حالا هرچه هست، اونا آزاد شدند، از طرفی هم برخی از ایرانی ها آزاد شدند و در دولت آقای ترامپ هم یکی دو بار این بحث شروع شد که ما راجع به زندانیان با هم حرف بزنیم. یک بار هم آمریکایی‌ها اعلام کردند که اگر یک نفر از اینها آزاد بشه ما این رو علامت میگیریم و ما هم شروع میکنیم با آزادی ایرانی‌ها، و این کار از طرف ایران انجام گرفت. یک دو تابعیتی که تابعیت آمریکا و لبنان داشت ما آزاد کردیم، و به جای اینکه آمریکایی‌ها به وعده‌شون عمل کنن با اونها هم چند نفر ایرانی رو آزاد کنن، فقط به تشکر از ایران اکتفا کردن. بنابراین ما همیشه آمادگی داشتیم و باز هم آمادگی داریم. توپ در زمین آمریکاست. مویکونو تیوی از تی بی اس، بعدیش خانون. سلام عرض میکنم، مارکو هستم از تی بی اس. متشکریم که اینجا تشریف آوردید در این کنفرانس. به عنوان نماینده مدیای ژاپنی سوالی دارم. با دیدار دو جانبه با نخست وزیر آبه، تا اونجایی متوجه شدم، میدونم که یک دیدار خیلی محبت‌آمیز و دوستانه و نزدیک داشتید با آقای آبه، و میخوام بپرسم که آیا راهی وجود داره که ژاپن نقشی بازی کنه با هدف درست کردن روابط بین ایران و آمریکا؟ نظرتون چیه درباره این؟ روابط ما با دولت ژاپن همواره روابط بسیار خوب و دوستانه ای بوده، و من با شخص آقای آبه تعداد زیادی ملاقات در این چند سال داشتم. شاید 8-9 بار ما با هم ملاقات کردیم راجع به مسائل دو جانبه، راجع به مسائل بین المللی، و اخیراً ایشون یک سفری به تهران آمدند و سفر بسیار خوبی بود و گفتگوهای بسیار مفیدی ما داشتیم. در نیویورک هم ما با هم ملاقات کردیم، یک ملاقات بسیار صمیمانه، بحث‌های مختلفی داشتیم. بله، آقای آبه همواره این رو دنبال کرده از چند ماه پیش مخصوصا که مسائل تحریم آمریکا برداشته بشه، و به نوعی به نقطه نظری دو طرف برسند که شرایط فرق کنه. هنوز هم آقای آبه این مسیر رو دنبال میکنه، به هر حال دیگران هم هستن که این مسیر رو دنبال میکنن. ما امیدواریم که این مسیرها موفق بشه، در صورتی که آمریکا به این نتیجه برسه که کاری رو که از 18 ماه پیش شروع کرده 100% به ضرر خودش، به ضرر ملت ایران، به ضرر همه ملت‌های منطقه و همه تجار و کارآفرینان دنیا که با ایران در رابطه بودند و هستند بوده، و بنابراین راه درستی در این زمینه انتخاب بشه. Thank you. خانم والریا روبوکا از آنسا، بعد از ایشون ریچارد راث از سی ان ان. متشکرم جناب رئیس جمهور. پرسش من این است که آیا با دولت جدید ایتالیا تماسی داشتید
و آیا هنوز حساب میکنید روی این دوستی سنتی بین دو کشور ما؟ بله، با دولت جدید ایتالیا هم البته ندین این سفر، ولی در سفر سال پیش ما ملاقات داشتیم در همین نیویورک. روابط ما دوستانه هست و در دولت قبل هم من به ایتالیا سفر کردم، هم نخست وزیر ایتالیا به ایران سفر کرد. روابط دو کشور روابط صمیمانه ای هست، البته به خاطر همین تحریم های اخیر در برخی از موارد ما روابط اقتصادی ما کاهش پیدا کرده، اما در این حال ارتباطات اقتصادی بین دو کشور و سایر ارتباطات بین دو کشور سیاسی، علمی، فرهنگی وجود داره و همیشه ایتالیا یکی از کشورهایی بوده که در اروپا بیشترین حجم تجاری گاهی و گاهی کشور دوم در حجم تجاری بوده و ما همچنان ایتالیا را یک کشور دوست میدونیم. الان هم راجع به برخی از مسائل منطقه از جمله یمن که با برخی از کشورهای اروپایی ما صحبت میکنیم، ایتالیا هم حضور داره و او هم نقش خودش رو در این زمینه ایفا میکنه. ریچارد روس، CNN. آقای ریچارد روس از شبکه CNN. بعد از ایشون دیوید وینر. دوباره خوش آمد میگم خدمتتون جناب رئیس جمهور. گزارشی از امروز از خارج از کشور که IAEA میگوید که ایران از برجام فراتر رفته، پا بیرون گذاشته، که در نتن سانتریفیوج های پیشرفته تر از اون چه که گفته استفاده کرده و دارید آماده میشید که اورانیوم غنی سازی شده بالاتر استفاده کنید. چندین سال پیش به راه فرودگاه که بودید تلفنی شد از پرزیدنت اوباما. آیا در انتظار چنین تلفنی هستید امروز یا فردا؟ تو آخرش نه منفیه، ولی در قسمت اولش که شما گفتید ما این رو رسما اعلام کردیم. سومین مرحله کاهش تعهدات ما این بوده که ما محدودیت هایی که راجع به آرندی داشتیم و در برجام بود اون محدودیت ها رو کنار گذاشتیم. این رو ما رسما اعلام کردیم، به آژانس هم اعلام کردیم. من یه نکته بسیار مهمی رو میخوام بگم و اون این که ما نظارت آژانس رو کم نکردیم، محدود نکردیم. آژانس به همون صورتی که از ابتدای توافق برجام در سال 2015 فعالیت خودش رو در ایران ادامه میداده، الان عیناً داره ادامه میده. ما نظارت آژانس رو کاهش ندادیم. برخی از تعهداتمون رو در برجام کاهش دادیم. یکی از اون تعهدات در زمینه آرندی بوده. الان بحث این نیست که غنی‌سازی رو ما سطحش یا مقدارش افزایش بدیم. این موضوع موضوع هدف ما نیست. هدف ما آرندی هست و ما سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای که بنا بود که مثلا چند سال بعد زنجیرش رو برقرار کنیم و فعال کنیم، این رو جلو انداختیم و داریم این کار میکنیم. برخی از سانتریفیوژهای پیشرفته رو داریم نصب میکنیم. این زنجیره وقتی تکمیل بشه البته فعال خواهد شد. این در راستای آرندی ما هست، نه هدف دیگر، و بنابراین درست ما خودمون هم از پیش این رو اعلام کرد. دیوید وینر، بلومبرگ. آقای دیوید وینر از بلومبرگ. در طول جلسه آخر G7
پرزیدنت ترامپ گفتش که میتونه پشتیبانی کنه از اون کردیت اعتبار گارانتی 15 میلیارد دلاری که پرزیدنت ماکرون داشت فعالیت میکرد بهش برسه. آیا اون هنوز روی میز هست، اون صحبت، اون بحث، اون پیشنهاد؟ و اگر نه، و اگر هست، چی فکر میکنید که مانعش شده که راه اندازی بشه؟ و آیا از ابزارهای دیگه مالی پیشنهاد شده در طول این هفته که استفاده بشه؟ در مذاکرات اخیر ما بیشتر راجع به مسئله برداشته شدن کل تحریم یک جا بحث بود، یعنی اونچه که ما در نیویورک بحث کردیم، میدونید اون بحث کردیت یک بحث موقتی بود، یعنی یک کردیتی در طول 4 ماه 5 ماه در اختیار ما قرار داده می شد و بعد هم به یه صورتی ادامه پیدا می کرد. از نظر ما اون هنوز رومیز هست، منتها این که برای اجرای اون اروپایی ها چه مشکلی دارن یا ندارن خودشون می دونن. اما در نیویورک بحث ما فراتر از کردیت بود، بس برداشته شدن کل تحریم بود و برخی از مسائل مهم منطقه‌ای مطرح بود که این بحث البته به توفیق کامل نرسید و ممکنه در فرصت‌های دیگر باز هم ادامه پیدا کنه. لیلینتون، CGTN. Next question, David Sanger, New York Times. جناب رئیس جمهور، میلین تام هستم از CGTN. وزیر خارجه چین گفته که تمام کوشش ها باید انجام بشه برای حل کردن مسئله هسته‌ای، با در نظر گرفتن تحریمات چند روز اخیر بر روی مثلا تانکرهای چینی برای حمل و نقل نفت خام ایران و روابط شرکت های چینی برای نرم کردن نتایج این تحریمات آمریکا، با در نظر گرفتن اونها چه گام های دیگری در همکاری تمایل دارید از بیجینگ ببینید؟ چین دوست ما بوده و در توافق هسته‌ای مشارکت فعال داشته. بعد از توافق هسته‌ای هم ما با چینی ها روابط خوبی داشتیم. البته ممکنه تحریم اثر گذاشته باشه در بعضی از زمینه‌ها، برخی از زمینه‌ها روابط کاهش پیدا کرده باشه. آمریکایی‌ها هنوز هم سیاست قبلیشون رو دارن دنبال میکنن، یعنی فشار بیشتر برای رسیدن به مذاکره، یعنی همون چیزی که اونا رو از مذاکره دور میکنه، فشار بیشتر اونها رو از مذاکره دورتر میکنه و این خطایی است که اونا مرتکب شدن و میشن. و بله، همونطوری که شما گفتید، هر روز شاید آمریکا یه شرکتی رو از یه جایی تحریم میکنه به خاطر روابطش و نقض تحریم‌های غیر قانونی و غلط و که نمیتونه فراسرزمینی باشه، این کار رو انجام میده. ولی ما علاقمند هستیم که روابطمون رو با چین در همه ابعاد ادامه بدیم و گسترش بدیم. دیوید سنگر، از روزنامه نیویورک تایمز. جناب رئیس جمهور، دیوید سنگر هستم از نیویورک تایمز، خوشحالم از زیارتتون. قبلا صحبت کردید درباره فشار حداکثری که ایالات متحده روی ایران داره. آیا فکر میکنید که دلیل راهبردی افزایش فعالیت‌های هسته‌ایتون در نطنز اینم یک فرم فشار حداکثری شماست در نتیجه آمریکا؟ ولی هدفش چیه؟ هدف این فعالیت چیه؟ چون دفعات متعدد فرمودید و کشورتون گفته که نمیخواید سلاح هسته‌ای به دست بیارید. هدف واقعی چیه؟ فقط میخواید افزایش فعالیت در نطنز رو به دست بیارید؟ آیا و در ضمن آیا یک میزان غنی‌سازی هست که از اون سقف بالاتر نخواهید رفت، مثلا 20%؟
اون چی که ما قبلا هم اعلام کردیم، تعهدات ما در برجام تعهدات دو طرفه هست، یعنی یک تعهداتی ما باید انجام بدیم، یک تعهداتی طرف مقابل باید انجام بده. اون چه که در ماهای اخیر شاهد بودیم تبدیل شده بود به تعهدات یک طرفه، یعنی ما تعهداتمون رو به طور کامل انجام میدادیم، اونا تعهدات خودشون رو کاهش میدادن. ما خواستیم متعادل بشه، همونطوری که اونا دارن کاهش میدن ما هم کاهش بدیم، و این فرمولی است که در خود برجام پیش بینی شده، در بند 26 و 36 برجام پیش بینی شده که اگر یک طرف به تعهدات خودش بخشی عمل نکنه، طرف دیگر هم میتونه به همون اندازه از تعهدات خودش کاهش بده. اون کاری که ما انجام میدیم کاهش تعهدات ما هست، و لذا اعلام کردیم که کاهش تعهدات ما به گونه ای هست که قابل بازگشت باشه. یعنی همین ساعتی که ما با هم صحبت میکنیم، اگر 4 به اضافه 1 اعلام بکنه که ما به همه تعهداتمون عمل میکنیم، ما هم فوری بر میگردیم به تمام تعهداتمون در برجام و اقدامات موقتی که داریم انجام میدیم برش میگردونیم به حالت اول. بنابراین ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، فعالیت هسته‌ای ما کاملا زیر نظر آژانس. ما دنبال فشار حد اکثری یا حد اقلی یا متوسط اصلا دنبال فشار نیستیم، ما دنبال اجرای برجامیم. برجام اگر ما این کاهش تعهدات ندیم، یعنی به بخشی از برجام عمل نکردیم. برجام در بند 26 و 36 به ما میگه شما هم باید کاهش تعهد بدید و میتونید، و ما از حقمون در برجام داریم استفاده میکنیم برای کاهش تعهد، و در این حال امیدواریم همه به سمت تعهد کامل برگردیم. نبیل الصعب العربی. متشکرم جناب رئیس جمهور. شنیدیم از رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان دیروز یک پیشنهادی که ایشان گفت و از ایران و روسیه و آمریکا درخواست کرده بود که هماهنگی کنن، یک چاره‌ای یک حل مشکلی برای سوریه به وجود بیاد تحت فرم یک ناحیه امن در شمال سوریه. میخوام نقطه نظر شما رو بدونم در رابطه با این پیشنهاد، و همین که شما چه راه حلی رو بهترین راه حل میبینید برای ناحیه شمال سوریه. ما این موضوع رو در اجلاسی که در آنکارا داشتیم و 3 رئیس جمهور با هم مذاکره کردند، آقای پوتین، آقای اردوغان و بنده، ما 3 نفر بحث کردیم و یکی از مباحث ما هم مسئله امنیت در شمال سوریه بود. این حق دولت ترکیه است که مرزهاش از امنیت برخوردار باشه، این درسته، اما از طرف دیگر هم برای ما مهمه که تمامیت ارضی سوریه هم حفظ بشه. ما فکر میکنیم و گفتیم این رو در جلسات 3 جانبه که بهترین راه حل این هست که آمریکایی‌ها از سوریه خارج بشن، چون برخی از مشکلات رو در شمال سوریه خود آمریکایی‌ها دارن ایجاد میکنن، اونا از سوریه خارج بشن. ادلب که تروریست‌ها در اونجا جمع شدند، اونجا پاکسازی بشه و ارتش سوریه بیاد در مرز ترکیه مستقر بشه، این بهترین راه حله. به جای اینکه ارتش ترکیه بیاد در مرز سوریه یا داخل خاک سوریه مستقر بشه، ارتش ترکیه در داخل خاک ترکیه باشه و ارتش
سوریه بتونه بیاد تا مرزهای شمالیش و او متعهد بشه برای امنیت شمال. بنابراین ما این راحل رو گفتیم در اجلاس سه جانبه و امیدواریم بهترین راحل در این زمینه پیدا کنیم. لارنس نورمن، آقای لارنس نورمن از روزنامه وال استریت جورنال. میکروفون. بسیار متشکرم جناب رئیس جمهور. لارنس نورمن هستم از وال استریت جورنال. اجازه میدین سوالی کنم که برگردون ما رو به سخنرانی دیروز جناب عالی. صحبت کردید از جی سی پی او ای به عنوان یک قرارداد حداقل برای آمریکا و دیگران و فرمودید که اگر تحریمات برداشته بشن شاید جا باشه برای گفتگوهای فراتری. میتونید کمی دقیق تر باشید؟ آیا میفرمودید بیشتر در عوض بیشتر فقط در رابطه با پرونده هسته‌ای، یا میتونیم به عنوان مثال صحبت فعالیت‌های موشکی یا فعالیت‌های منطقه‌ای هم باشه؟ و میتونید در ضمن بگید کشتی استنا ایمپروی انگلیسی آیا آزاد خواهد شد یا خیر؟ اون چه ما معتقدیم برجام به معنای یک توافق حد اکثری نیست. برجام یک توافقی است که در حد ممکن در زمان خودش مورد قبول همه قرار گرفته و این برجام باید اجرا بشه و پیاده بشه. در این حال بخواهیم فرای برجام قدم دیگری برداریم این کار امکان پذیره، اما پایش اینه که اول برجام اجرا بشه و پیاده بشه. همه برجام رو پیاده کنیم، یعنی به این حداقل همه ما متعهد باشیم، اما در این حال میتونیم حرف بزنیم و مذاکره کنیم راجع به اقدامات بالاتر. این اقدام بالاتر در چه زمینه‌ای هست ما مشخص کردیم که در چه زمینه‌های امکان پذیر ما حرف بزنیم. راجع به موشک به نفع همه است که از ما سوالی نکنن، چون خیلی خیلی بدهکار میشن. یعنی اونقدر آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها موشک و سلاح به منطقه دارن میفرستن، ابتدا اگر بخوان در این زمینه صحبت کنن باید فروش این سلاح‌ها رو فوری متوقف کنن در منطقه، چون عدم توازن ایجاد کردن. و همون جور که به همسایگانمون سلاح میفروشن به ما هم باید سلاح بفروشن، مخصوصا اینکه چند ماه دیگه تحریم سلاح هم برداشته میشه از لحاظ سازمان ملل و میتونن به ما بفروشن. ما به اونها نصیحت میکنیم تو این زمینه وارد نشن، خیلی بدهکار میشن و من فکر میکنم بدهکار لیست بدهکاریشون خیلی خیلی زیاد خواهد بود. اما در این حال در سایر مسائل ما میتونیم با هم صحبت بکنیم. نوع صحبت هامون و حدش رو کم و بیش لااقل با اروپایی‌ها صحبت کردیم و از طریق دیگران با آمریکایی‌ها هم منتقل شده. And last question, نیزار عبود. موضوع کشتی که شما اشاره کردید قاعدتا مراحل نهاییش رو در دادگاه داره طی میکنه و پیش بینی من اینه که کشتی آزاد خواهد شد. نیزار، go ahead. متشکرم جناب دکتر روحانی. ایران تهمت بهش زده شده از طرف قدرت غربی و عربستان سعودی که یک قدرت بی ثبات کننده است در خاورمیانه، و در این اواخر عمران خان نخست وزیر پاکستان پیامی رو به جناب عالی رسونده از طرف ولیعت عربستان سعودی محمد بن سلمان و همینطور از طرف دونالد ترامپ. می توانید آقایی کنید و اطلاعاتی رو درباره این پیام با ما در میون بگذارید و آیا اینکه احساس می کنید که عربستان سعودی واقعا تصمیم این رو داره که دست دفاع از پشت تروریست ها و تجزیه طلبان ایرانی برداره، و آیا امکان
صحبت برای حل مشکل یمن با عربستان سعودی را می‌بینید با هدف اتمام دادن به این جنگ خونین؟ طوری که شما اشاره کردید در ملاقات با آقای عمران خان هر دو مسئله مطرح بود، هم روابط ما با عربستان و موضوع یمن و هم مسئله مسائلی که با آمریکا داریم. ایشون همین اخیراً در عربستان بود، با مقامات عربستان صحبت کرده بود و نکاتی رو راجع به مذاکراتش با من مطرح کرد و همینطور در اینجا با آقای ترامپ ملاقات کرده بود و نکاتی رو از رئیس جمهور آمریکا نقل می‌کرد. کلیت نکته‌ای که شما بیان کردید درسته. ما اعتقاد ما بر اینه که باید جنگ یمن خاتمه داده بشه، به نفع کسی نیست و ما در منطقه باید دنبال صلح ما بریم. به نظر من مشکل ما هم با عربستان عمدتاً برمیگرده به مسئله یمن. اگر در یمن آتش‌بسی برقرار بشه به نظر من مسائل ما هم با عربستان در یک روال سریع‌تری به نتیجه میرسه. جنگ یمن به نفع کسی نیست. راجع به بقیه مسائل هم ما گفتگومون رو ادامه میدیم اونطوری که آقای عمران خان خواسته بود، باز هم در تماس خواهیم بود. صحبت پایانی. Thank you. بسیار سپاسگزارم جناب رئیس جمهور برای وقتی که در اختیار ما گذاشتید و از همه دوستانم متشکریم که اینجا حضور داشتن. امیدواریم متشکر هستم که این فرصت امسال هم برای من پیش آمد. امیدوارم هدف نهایی که همه ما داریم که صلح و امنیت در جهان و در منطقه ما هست در دسترس همه ما قرار بگیره. خیلی متشکرم.